برای مردم. اون اصحاب قریه رو که مرسلون آمدن، اینا رو عیسی ابن مریم فرستاده بوده. از ارسلنا الیهم اثنین، اول دو تا اومدن. اینا رفتن انطاکیه بوده، اون زیرش هم نوشتن شهر انطاکیه. اینجا بت میپرستیدن، آمدن بیرون شهر نجاری بودش. معمولا سابقا نجاری ها بیرون شهر بود، از بابی که چوبای اینا بیرون میامد دیگه نبرن تو شهر، اینجا در پنجره میشد و به بیرون شهر بود. سرشناس هم بود، میشناختنش، نجار خوبی هم بودش، همه اهل شهر میشناختنش. این آمد و اول با این نجاره برخورد کرد، گفت ها شما ها چه؟ گفت بله، ما را عیسی ابن مریم فرستاده، اینا دارن بت میپرستن، نباید بت بپرستن، باید خدای یکتار بپرستن. سر و صدای عیسی ابن مریم رفته بود تا اونجا، اونجا ها سر صداش رفته بود که یه خانومی بدون شوهر پسر زایده، این پسر مرده زنده میکنه، نم کور شفا میده، خبر رو رفت و پیغمبر میگه هستم. اینا گفتش که آقا شما این صحبت ها رو میکنید دلیلی چیزی؟ گفت چرا، ما همون کارهایی که عیسی ابن مریم میکنه ما میتونیم بکنیم، یعنی کور شفا بدیم، مریض شفا بدیم، که بدونم که ما از طرف خدا هستیم. یه حبیب نجار گفتش که آقا من یه دختری دارم 20 سالش تو خونه، از اولم فلج بوده و زمنگیر، من علائم صدق و درستی تو شما میبینم، این آدم های میزونی به نظر میاد، بیاد بریم خونه ما، شما همین دعایی که میگوید بکنید که این دختر من شفا بگیره، من ایمان میارم. دوتایی اومدن دو حبیب دو دختره تو رخت خواب بسته، بعد نماز خوندن، دعا کردن، دختر خوب شد. حبیب ایمان آوردش، ایمان آورد و گفت انشاءالله موفق بشید، من قبول کردم شما در فرستاده های عیسی ابن مریم اید و به خدا ارتباط دارید و قبول. اینا پا شدن رفتن تو شهر، تو شهر درگیر شدن مردم با اینا، زیر بار نمیرفتن، دعوا درگیری. اون حاکم هم داشت در میرفت، رد میشد تو این کوچه، خیلی درگیری. گفتن چه خبر؟ گفتن دو نفر این عیسی ناصری فرستاده، عیسی ابن مریم. گفتن عیسی ناصری، مال ناصریه بود. گفتن عیسی ناصری. گفتن دو نفر این عیسی ناصری فرستاده، این رزو به هم ریختن، میگیم بوتا غلطه، چی برمون کتک کاریم. حاکم هم حوصله نداشت، گفت بگیرید اینا توی بتخونه زندانش کن. گرفتن بیچاره دو تا پیغمبر رو تو بتخونه بستنشون، که مردم میان بوتا رو میپرستن، اینا هی هرس بخورن، هی هرس بخورن. خب خبر رفت برای عیسی ابن مریم، جناب یوشع ابن نون و شمعون و صفا رو فرستاد. شمعون و صفا وسیله ایشون بود. شمعون و صفا برای عیسی ابن مریم مثل حضرت ما برای پیغمبر، یعنی بهترین این 12 تا که حواریون داشت، شمعون از همه بالاتر بود. به شمعون گفت شما برو تو این شهر. خب شمعون تا شد آمدش، منتها هر کدوم با کلاس خاصی می آمدن برخورد می کردن. یه صلوات بفرستید. اینا خودش سخنرانیه، اینا که میگم ما، شما میخواد نرخ جواب مسئله به من پولشو بدی، در حالی که اینا سخنرانی. یه صلوات دیگه بفرستید. بهترین روش های روانشناسی و روانکاوی های این لغت ها پیغمبر ها به کار میگیرن، همش همه اولیاء الهی همه هم تو کارشون، که چجوری برخورد کنم اینا قبول کنم زیر بار برن. این دو نفر بهترینش همین بودش، چون اول کار کسی چی میگن دو برشون کنه فلان، تا دعوا شدش، درگیری شدش، دعوا که بشه همه میان وسط، کی شده، چطور شده، کی میگن کی بوده، چی بوده، اون چیز حرف بزنه و حرف بزنه. خود ذهن ها رفت که چی شده، دو نفر اومدن جام دعوا شده، اونا میگن یک خدا و خدای ندیده، این بتام غلطه، اینا هم که میگن نه و درگیریه. مردم میگفتن عیسی ناصری کیه؟ گفتن بابا یه زنی بدون شوهر زایده، این پسر هم بچگی هم تو در مرده خوب میکنه، کور خوب میکنه، اینا هم خبر ها میرفت، میگه من پیغمبر خدا. مردم تو دلشون میکنه لابد هست دیگه، خب کور، کور که بی خودی خوب نمیشه. آمادگی مردم داشت، آمادگی.
جناب شمعون صفا که تشریف آوردن به صورت یک طبیب دانشمند حکیم اومدن رفتن توی دربار این شهر. سابقا دربارا دکتر و دانشمند و اینا خیلی احتیاج داشتن در طب باسواد باشن، مریض میشدن. خب دکتره بعد مسائل سیاسی رو قشنگ جب براشون چی میکرد دانشمنده، میخواستن یه همچین حکیم های رو. خب خیلی با کلاس و با بساط اینا، این اطرافیان اون انتاکیه اون حاکمه، خب اونجا دکتر و مهندس و فهیم و اینا بود، مطمئن به عنوان این که من خیلی با کلاس هم اومد بر به بر باش صحبت کردن، نه راستاست این خیلی باسواده، نه این معمول نیست، دکتری که رو دست نداره. همون وقت هم مریضا شروع شد، دادنم مادر شاه مریض به دوا دادنم پسر. این دیر رسیده بود پسر شاه مرد مریضی، بعد تا بعد اون قضایی ها 17 روز طول کشید. گفتن کاش این زودتر اومده بود این پسر رو هم معالجه میکرد. حرفای سیاسی قشنگ بلده، حرفای نظامی خیلی بلده، میخواستن دا دربارای سابق اینا رو میخواستن، خیلی احترام میکردن، دیدم برای میامد روزا مراجعه میکردن. چند روز گذشت شاه خیلی علاقمند شد به این جناب شمعون الصفا، خیلی مرد کامل عالمیه، دید موقعیت حالا شده دیگه و خودش مطرح کرد. گفت شنیدم عیسی ناصری دو نفر فرستاده تو این شهر بر علیه بت‌های ما حرف زدن، حالا خودشم داخل اینا کرد بت‌های ما. شاهی و یادش اومد گفت ای آره این دعوا بود تو کوچه، من گفتم توی بت‌خونه زندانش کنه، یادم رفت که برم ببینم چیه حالا تا ولی شنیده بود که گفتن اینا حرفای حسابی می‌زدن، دادم تا کسی جواب نداشت بده، آخرش دست به چماق شد. حرف حساب وقتی جواب نداره زور دیگه. این جناب شمعون با خوب جوابشونو میدادید حرفاشونو، شاید این خیلی وارده، به شما بریم جواب بده بهش. راه افتادند و دربار و زندگی اومدن تو بتکده. در که باز شد این دوتا دیدن ای رئیسشون اومد تو، مثلا فرض کنید سلمان و ابوذر اونجا باشن ببینن علی اومد تو، خب میشناختن همو، ولی با علامت و چشمای اینا حالش کرد که چیز بله. گفتن خب شما اینشون حالا شد محاکمه، این شمعون در اون دوتا پیغمبر خودش هم به همین کاره بود، خب شما چرا میگوید این بوتا غلطه؟ خب اونا یه حرفایی میزدن، اینا اینم یه حرفای خیلی با کلاسی میزد، بحث کسی بلد باشه حالا خیلی هم کشون خیلی قشنگ چیز میگه، اون میگه این میگفت این میگفت. بس رفت رسید به یه جا، گفت شما ها که میگوید عیسی ناصری فرستاده خداست و میتونه مرد زنده کنه و شما هم ادعا دارید که شما کار عیسی رو میتونید بکنید، پسر اعلی حضرت 17 روز پیش مرده، دفنش کرده بودن، میتونید شما زندهش کنید؟ شاهد تو دلش خیلی قند آب کردن که اگه پسر ما رو زنده کنید اگه ایمان میارید بشن، پسر رو خیلی دوست دارید. اون وقت خودش گفت گفت اگر شما زنده، ما از بوتامون میخواییم، اگه بوتای ما نکردن شما از خدا بخواه، اگه خدا کرد ما میام به دینه، به دین شما. شاه هم اوکی کرد، گفت بله اگه بوتای ما این کار رو نکردن، خدای اینا پسر من رو زنده کرد، ما میریم به دینش. خب اول که تو بت کده اونجا همه رفتن مقابل بتا به سجده، این شمعون الصفا رفتش تو دلش خب خدا رو سجده، بعد جوری هم ناجور تو سجده از اینا تقاضا میکرد گر یه زاری ای بت هاوی چی فنا بلد بودن دید. گفتن ای بابا این الان اینجوری که داره با بوتا حرف میزنه حتما بوتا اینو زنده کرد، هرچی گفتن خبری نشد. خب حالا گفتن خب شما بیاد بریم دیگه، اونا من سر قبرستون دیگه بوتا رو که بخواستن دست جمعی رفتن سر قبرستون و اون دو تا پیغمبر شروع کردن به نماز خوندن و با خدا حرف زدن، گفتن ما زندش کنیم بعد ایمان بیاد. اینم تو دلش الهی آمین میگفت، این از مراقب
یهو خاکا پاشید بالا، پسر پاشون واسد تو قبر. بله اولم رو کرد به پدرش خیلی با پرخاشو که پدر این چه اعتقاداتیست، این چی دین باطلی، من در اشد عذاب بودم، بت‌پرستی یعنی چه. این آقا دوتا، این دوتا آمدن درگاه الهی، از خدا خواستن خدا روح به بدن من برگردون، نشون شدادم که از قبر اومده بود. منطقه اینو براتون بگم، مردم هم مطلب هن اینجور نیست که حق که معلوم بشه همه از تسلیم باشن، اینجور نیست. دعوا شد تو مردم، یه عده نه اینکه نه بوتا درستند و فلان و نمیریم به دین اینا و یه عده میریم و درگیری شدش. حالا بقیهش از رو قرآن گوش کن. اینا وقتی ارسلنا الیهم اثنین آیه 14 این دوتا رو فرستادیم، کذبوهما، این دوتا رو تکذیب کردن، گفتن پیغمبری چی و دروغ. فعززنا بثالثا، ما عزیز کردیم این دوتا رو به سومی. خب تو دعوای نرخی هم تیشون، جمعیت زیاد باعث عزت، جمعیت زیاد باعث عزت. عززنا بثالث یعنی سه تا که شدن عزیز شد جمعیت. فقالو، آقا حالا که اینا داشتن الان اونا ایمان آوردن، حالا هست به ظاهر شمانم ایمان آورد دیگه، گفت من ایمان میارم، داشت حرف اونا رو میزد، اینا هم که حرفشون رو میزدن، حالا که جمعیت به هم ریخت و گفتن بعضی بله بعضی نه، گفتن انا الیکم مرسلون، خب ما خدا فرستاد ما رو. حالا اونا که مخالف بودن گفتن ما انتم الا بشرون مثلنا، نه بابا شما یه آدم های هستید مثل ما، ما انزل الرحمن من شیء، خدا هیچی نرف ساده، شما دروغ میگوید و مثل ما هستید. بینم گفتن ربنا یعلم و انا الیکم لمرسلون، پروردگار ما میدونه که ما فرستاده شده به سوی شما هستیم، و ما علینا الا البلاغ المبین، ما حرفامون رو زدیم، معجزمون هم کردیم، اثبات هم کردیم، ما کارمون رو کردیم. اون وریا که مخالف بودن 60% مخالف بودن، 40% موافق. قالوا انا تغيرنا بكم، نه اصلا ما شما اومدی تو شهر ما فال بد به شما زدیم، اگه نگود خدای چیزی بتا رو کار نداشته باشید، از یک تا پرستی دست بردارید، اگر نه سنگسارتون میکنیم و شدید عذابتون میکنیم. به پیغمبرا گفتن که بابا طائرکم، نه ما به ما بد بین شویم، به فال بد ما رو گرفتید، یه حرفا چیه، معکم افکار شماست، ما آمدیم معجزه کردیم، پسر شاه رو زنده کردیم، خیلی چیز مهمه بود پسر، بعد از 17 روز که دفن شده بود بشده بود. اون وقت چه چیزی شما برای فکر ناجور میکنید، این ذکرتم، این همه تذکرات به شما دادیم، این بوتا کاری ازشون نمیاد، و دیدیدم که کاری نیمد، ولی انتون قوم مصرفون، شما چرا روی کار باطلی انقدر ادامه دار، اصراف این کار غلطی رو انجام دادیم. این نجار فهمید، خبر رسید که بابا این چیزه، این پیغمبر رو رفتن اینجور شده اینجور شده اینجور شده، الان یه عده موافق مخالف، این به عجله اومدش. و جا امنقص راش دور بود تا اونجا مدینت و رجلون یسعا، این همه میشناختنش، همه شهر دوستش هم داشتن، نجار خیلی خوبی هم بودش. تا رسید گفت یا قوم، قوم من، اتبع المرسلین، اینا رو خدا فرستاد، به عیسی ابن مریم فرستاده های خدا هستن، و چرا گوش نمی کنه؟ اتبع من لا یسألکم اجرا، هر کاری آدم میکنه برای پول و درآمد و کاسبی و ایناست، اینا این همه مدت به شما پولی گفتن بدی، دارن رهبری میکنن، خود خودتون میدونید، و هم مهتدون، حرفاشون هم همه درسته. بعد داره برای قومش سخنرانی میکنه این جناب نجار، و ما لی لا اعبد الذی فطرنی، آخ چرا من خدایی که خلقم کرده نپرستم، نپرستم، و الیه ترجعون، آخر سرم همه باید بریم پلو خودش. اتخذ من دونه آلهتن، من بیام خدای یک دارو ول کنم به یه بتای بچسبم که ان یورد الرحمن به زور، که اگه خدای اصلی مثل پسر شاک خواست بکشدش بردش، لا تقنه ان شفاعتو، دیدی که شفاعت بتا هیچ فایده هم نداشت، هیچ ولا ینقذ، در حالی که این پیغمبر از خدا خواستن شفا گرفت. اگر من اینجور باشم انی ادل لفی ضلال مبین، خیلی گمراهیه که حرف حق، حبیب داره نصیحت میکنه.
رو کرد به پیغمبر و گفت انی آمنت و برب بکن پس معون، من ایمان دارم به پروردگار شما، بشنو. آقا جمعیت اینجا این مخالف ها زیادتر بودن، ریختن سرش همچین تمیز تیکه تیکش کن. امام ششون فرمود این حبیب یه جوری بود دستش اونجوری میکرد، این هم چطوری پوستا چند تا انگشت من چسبیده بود بدنش، و رو گویا میبینمش که با همین دستش داره میگه اتبع المرسلین اتبع من لا یسلکم اجرن و هم مهتدون و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. پشت یه دیوار باشگاهی دم نوشته بود و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. خوب قشنگه که نه از زبون ورزشکارا که من چمه که کسی که خلقم کرده نپرستش، چرا نپرست؟ و آخرم که باید بریم پله همین خدا. خوبه، شعار خوبیست. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. کسی رو که در راه خدا کشته بشه همه الان میره بهشت. خدا میفرماد که قیلت خل الجنه، هم کشتندش در بهشت. میگن شهید از روی اسب که میخوره زمین که میمیره میفته رو حوریه تو بهشت، انقدر زود میره بهشت. اگه وقت افتادی دیدی ای اینجا شهید شدی بهش گفتن برو بهشت. قال یا لیت قومی یعلم. اونجا خیلی بس خوبه، اون طرفی همین لحظه دریافت میکنن چقدر اوضاع خوب. گفت کاش این قوم من، نه مردم، میفهمیدن که من به چه سعادتی رسیدم. به ما غفر علی ربی، خداوند تمام عمرم اشتباهاتی هم بوده بخشید منو، و جعلنی من المکرمین، الان از این عالی مقام های آخرت هستم. مردم چی شد؟ و ما انزلنا علی قومه، نه چیزی گیر قوم نیومد، صدای آسمانی آمد همه رو ریخ پایین. الکانت لا صیحه واحده و اذا هم خامدون، گرفتار عذاب شدن همه شد. یا حسرتن علی العباد، چه حسرت ها بر بنده ها هستش که ما یعطیهم بر رسول، هر رسولی براشون اومد مسخره کردن. الا کانو به ای از لحظه. خب خیلی آیات متنبه کننده است. بله و جا من اقصى المدینه رجل یسعى قال این هم مؤمنه، آل فاسین بهش میگن حبیب نجار. اشخاصی که تو امتها زود ایمان آوردن و پاش واستادن تا آخر، اینا رو اولین ها میگن مؤمنین. در اسلام ما علی ابن ابی طالب اولین کسی است که پیغمبر ایمان آورد تا آخر واسه. این حبیب نجار این ایمان آورد تو این شهر تا جونش هم واسه. اون مؤمن آل فرعون هم هست، مؤمن آل فرعون سول مؤمن، اون هم ایمان آورد و تا آخر پای حرفش واسه. بله اینا خب این مقدار که گفتیم فعلا کار این در افتاد. آیه 17 و 18 رو بخونید تا سوره انعام رو بریم. شما الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لها إلا هو. ما بر این باوریم، یعنی 100% نه، که مدیر این جهان خلقت خود خداست، خودش داره اداره میکنه. کی داره این زمین رو قل میده 24 ساعت یه بار دور خودشو، این فاصله دور خورشید رو طی میکنه؟ خدا. اگه یه ماشین یه چیزی بخواد 24 ساعت دور زمین بچرخه، او خیلی باید تون را بره. شما ماشین رو اینجوری سوار شو 24 ساعت بعد این ور بیه، خیلی راهه، خیلی سریع باید بره.
یه دور دور خود زمین هر 24 ساعت یه بار دور خودش میچرخه. تازه روی این تو فضا هم داره را میره، میره دور تا دور خورشید به چرخه میام. سال دیگه میگن تحویل شمس به برج حمل دو، یک سال شمسیه. بله، از یه آقای سوال کردن که آقا به سال شمسی میشه خمس داد؟ مثلا خمس رو با رجب و شعبان حساب کنه، شمسی مثلا. ما این لهجم اصفهانی بود و خوشمزه. میگم مگه سال شمسی کافر است؟ خب سال شمسی راست میگه، سال شمسی خدا خلق کرده. سال شمسی من دراری من و شما نیست، واقعا یک دور خورشید چرخیده شمسی. قمری هم بله، اون قمری هم خدا خلق کرده. میگم سال شمسی کافر است؟ خب اینو خدا خلاص میگه. بله این خدا داره میچرخونه. خب کی این کارو میکنه؟ و هر کجا بری، هر کجا اون داره حکومت میکنه. خدا هیچ شریکی هم نداره، فقط خودش، فقط خودش. خب این باور ما باید باشه. حالا آیه هم اینو میفرماد، و ان یمسسک الله بضر، طرف حساب صحبت تو این آیه شخص محمد هستش. اون مانه نداره خب خدا با ایشون حرف بزنه. ما میدونیم ما هم مخلوق خداییم، ما هم اسرمون الگمون پیغمبر. اگه یمسس که خداوند ضرری ضرری بخواد به تو بزنه ای پیغمبر، لا کاشف له، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، هیچ کس الا او. بله بله، برای همه صادقه. حالا با ایشون صحبت میکنه، الا او. بله همه همینطورن. بله اگه خدا بخواد ضرری به کسی، به هیچ کس مگر خودش. و این یمسسک بخیر، اگه خیری بخواد به تو برسونه، باز همینطور. فهو علی کل شیء قدیر، به هر چیزی تواناست، میرسونه. کسی جلوشو نمیتونه بگیر. چرا؟ هو القاهر. ببینید فرض کنید یه پهلوان قوی هیکلی مثل رستم اینجا واسده، یه بچه دو ساله ریغون واسده، خب این زورش بین بچه که میرسونه قاهر. خدا قاهره، یعنی قهر، یعنی غلبه داره برای همه. فوق عباده، زورش همه برسو، کسی حریفش نیستش، فوق همه هم هستش. و هو الحکیم خبیر، همه چیز رو همیشه میدونه، از همه چی خبر داره. ببینید اینجور آیه بعد رو نگاه کنید. قل ایو شیئن اکبر و شاه شهادتن، قل الله شهیدن بینی و بینکم، و او یه الیه ها در قرآن لانذرکم به و من بلغ اینکم لتشهدون انما الله آلهتن اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و اننی بری اون مما تشرکون. این تنها آیه است که تو قرآن چهار تا قل توشه، هیچ کجا اینجور نداریم. حتی پنج تا قل یه جا داریم تو رعده، چهار قل هم همینه، چهار تا قل تو این آیه است. دیگه بریم قول مثلا سه تا یادم نمیاد، ولی دو تا چند تا هست و بقیه یه قوله. خلاصه این آیه داره همش قلقل میکنه. بخونید قل ایو شیئن. ببین این خیلی قشنگ داره زیاده میشه، این اون آیات قبل داره باز میکنه. پیغمبر به اینا بگو ایو شیئن اکبر و شهاده، اگه کسی بخواد شهادت بده، کی بهتر از خدا، عظیمتر از خدا، بزرگتر از خدا میتونه شهادت بده؟ ما خودش جواب داد قول الله، بله خب خدا از همه اکبر، شهیدون بینی به بینکم، دائما هم شاهده که چی میگه. و اوهی علیه ها در قرآن، پیغمبر بگو به مردم که این قرآن به من وحی میشه، لانذرکم به، که با این قرآن شما رو بترسانم، یعنی وحی انذار کنم، یعنی درس بهتون بدم. و من بلغ، پرش ما رو هم گرفت، و این قرآن تا قیامت به هر که برسه من با این قرآن انذارش میکنم. اینکم لتشهدون انما الله آلهتن اخرى، سوال میکنه شماها شاهدید که خدا یه جا دوتا باشه، یه خدای دیگه هم باشه؟ شاهدید جای دیدید دوتا خدا؟ باز خودش جواب میده قل لا اشهد، نه من جای دوتا خدا نه. قل انما هو اله واحد، بگو یه دونه خداست. و اننی بری اون مما تشرکون، من از شرکای شما بیزارم. حالا این قیافه
انعام شما دیدید چهار تا قول، تو رعد اون پنج تا قول هم ببینید. سوره رعد، سوره رعد، سوره 13 همه اون بله. بعد از یوسف سوره رعد، بله الان میام سراغ سوره رعدشون، الان میاریم آیش هم پیداش کنیم براتون. اینم سوره رعد، بله. خب رسیدیم، بله، آیه 16 است. یعنی چهار سه خط از صفحه بیاد پایین، خط چهارم این آیه که آخر 16 زده. قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. چند تا قل داره؟ 5 تا دیگه. هیچ جای قرآن انقدر قلقل نمیکنه. اینجاست آیه 16 رعد، 5 تا قل داره. بعدش میاد تو این آیه که خوندیم که 4 تا قل داره دیگه نداریم. من 3 قل یادم نمیاد، ولی دو قلی که دو تا آیه داریم و یه قل که زیاد داره. خدا رحمتش کنه آقای بود مجتهدین و اینا، آقای شبیر هستم به حکم اجتهادم ایشون بمونه. بند خدا از اول قرآن هر چه قول داشت هر جا تا آخر از حفظ میخون، قولا رو حفظ کرد، هر کجا قول داره میخون، میرفت آخر آیه باز اون که کاری داره سخت آدم حفظ کرد. من یه بارم داشت میخون، من از اول قرآن تا آخر هر جا قول داره حفظ هستم تا آخر. این آقا که دیگه همش قلقل میگن قولا رو حفظ کرده بود. خب اینم هنری بود، این هم خدا خدا رحمه یا رحمتش بود. خب اینم دیدید، حالا برگردیم بیم سراغ کار. بله این بساطی که تو سوره انعام شما دیدید آیه 16 و 17 که تو چند جای قرآن بازی مسائل هستش، تو باور این مطلب، باور کنیم که کار دست شخص خداست و دست احدی نیست، باور کنیم. و هرچی رو بخواد میکنه، هرچی رو نخواد نمیشه، چیکارش خدا رو میشه کرد. و ام یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا، حالا که اینطور هست وقتی باور کنیم بلد میشیم چه کنیم. گفتن قد خدا رو ببین ده و بجا، همه خدا رو باید ببینیش، کار همه دست همش. وقتی تو او رو داری دیگه چه قصه ای چیه، همه کار رو دستش، همه چی. امیرالمومنین فرمود، فرمود اگر انسان خیلی زحمت بکشه تا به یک کمالاتی برسه میارزه کمالاتی، یعنی چند تا کماله که اگه بهش برسه میارزه هرچی زحمت بکشه. یکیش اینه که از هیچی جز گناه خودش نترسه، هیچی تو خلقت ترسیدن نداره، از اون که میترسی از گناه خودت بترسه، چون گناه خودت خودتو هم شاخ به شاخ با خدا کردی، اونم مجادله میکنه به هم با خدا که حریف نمیشه، چیز دیگه ترس نداره. من که خدا ازم راضیه، گناهم نکردم، هیچ کس هیچ غلطی نمیتونه بکنه، به قول آقای خمینی میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خدا رو من داشته باشم، خدا هست همه جا، نمیذاره خدا به هم. همین که میگه قاهر فوق عباده، مگه میذاره خدا به من دست سر نبرسه؟ چرا رابطه خودتو خراب نکن، با این خدا رابطه خراب نکن، این چیز درست دیگه نمیشه، این جور با خدا رابطه درست کن، هیچ خبری نیست، ترس نه. احمقانه است انسان وقتی رابطش با خدا خوبه از چیزی بترسه، چون هیچ ترس جایی نیست. از چی میترسی؟ فرشته ها در اختیار این خدا، زمین در اختیار این خدا، خلقت در اختیار این خدا، همه چی در اختیار این. هیچ وقت هم نمیره، هیچ وقت هم چورت نمیزنه، خوابش هم نمیبره، خدا هم شد قاهر فوق عباده، بالای همه عبادش واسه. ببین تربیتی من تا بشیم اینو باور کنیم. اگه میبینی تو پروندت گناه نداری، ایش ناراحت میشه، هیچ خبر نه، نه دنیا نه آخرت، همش راحت است.
من خدای نکرده گناهی اون ندیگه، اون با خود خدا دیگه اون کارش نمیشه، یه کلاسیست خودش دا. اگر انسان به این رتبه برسه که از هیچ چیز از خدا نترسه، از گناه خودش، خود خدا ترس نداره، چون خداوند سلام هستش. تو سوره 8 که اون کلمه سلامو میگه، همچین رد نشید ازش، خبریه اون کلمه اونجا. من سوره 8 رو بیارم، همین آیاتی که موقع ما رمضان نزدیک افطار این آیات خونده میشه، سوره 8 الان سوره رو آوردم، اینه بعد از مجادله رسیدیم سوره 8. سوره 8 هم یکی دوتا ورق بزنید، بله آخرش صفحه 548 این آخرش. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متشدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. پسر خاله ما هستش هم است، گو این آیه باعث شد من متدین شدم. راست میگه، چون من یه هیئتی بود سرابخونه اینا منزلشون اونجا بود، منم بدم من کمی زدنم از اون بیشتره، من تقریبا این هیئت میگرفتم هر هفته اپلا که میرفتی بالا میخواستی ببیشی بره بالا، این روبرو که از راپلا میرفتی میخوندی این آیه رو نوشته بود که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متشدعا من خشية الله. اگه این قرآن رو ما به کوه نازل کنیم، پیغمبر میبینه که خشوع میکنه و از ترس خدا ترک برمیداره اینجوری، و این امثال رو میزنیم برای مردم شاید فکر کنن. پس میگه رو منم هستم قرآن مثلا اگه به کوه نازل بشه کوه، یعنی ما اینقدر مثلا خیر سریم و اینقدر چیز سخت دلیم که قرآن میخونیم اثر نمیکنه. هی دونه تو فکر که این قرآن من به کوه نازل کنم خشوع میکنه، پاره میشه از خشیت خود. پس میگه رو منم خیلی اثر میذاره. پس خاله ما ملاسسیم و گفتش که این آیه مقدمه شد که این فکر قبل از بلوغ بوده، یا شوش دیگه اهمیت به دین و خدا و اینا. این آیات خدا میفرماد اینا رو مثال میزنم لعلهم یتفکرون، فکراتونو به کار بگیرید. حالا آیه بعد، هو الله الذی لا اله الا هو، اینجا چند تا اسمای خدا تا آخر هست، خیلی هم توصیه شده این آیات رو بخونیم از این هو الله تا آخر، حتی پیغمبر فرمود اسم اعظم توشه بخونید دعاتون مستجاب میشه، نمیدونی کدومش اسم اعظمه ولی بخونید دعا رو. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب، اونجوری که خاطرم 17 18 تا اسم خدا اینجا سالا اگه دوباره بشمریم آی مکارم تو تفسیر اینا رو، او الله هست که لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، هم خدا میدونه پنهانیات چیه هم اینا که ظاهره، و هو الرحمن الرحیم. الان تو همین آیه الله یکی، عالم الغیب دو تا، عالم الشهاده سه تا، الرحمن چهار تا، الرحیم پنج تا. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. سلام چیه؟ سلام خداوند سلامه، این سلامت محضه. شما اگه بری 300 سال همسایه هر سلی بشی، نه به ظلم میکنه نه ستم میکنه، نه حتی یه جوری عصر میکنه تو بترسی، نه یه جوری رام میره تو سلام من سلامه. یعنی میگم که ذهن خدا هیچ چی بدی نداره، اصلا خود ذات احدیت هیچ بدی، سلام محض، نه عذاب نه هیچ، سلام. خدا که عذابی بده که ترس، مثلا شما تو کوچه پیغمبر رو میبینی جیغ میکشی فرام میبینی پیغمبر، چه ترسی داره؟ ترس داری چه ترسی داره؟ ترس از عدل خدا بترس، معصیت بکنه ما عدلش اختزا میکنه گرفتار، از عدل الهی خدا چه ترس چکار؟ شما جرمی نداری از روبرو کلونتری رد میشی میترسی، چه ترسی؟ آدم جرمی نداره چه ترسی؟ خود خدا کاری نداره، خدا سلامه، خدا مؤمنه، مهیمنه، عزیز، جباره، متکبر یعنی خیلی جبران میکنه، متکبره، سبحان الله اما یشرکون. خدا باید متکبر باشه، غیر متکبر غلطه برای خدا، متکبر یعنی به بزرگی خودشو بگیره، بله اونجوری هست اصلا خدا متکبره، غلط متواضع باشه، نه خدا هم کبریا داره.
بعد پشتش هم باز میگیم هو الله الخالق البار المصور، خالق هست، به وجود آورنده است، تصویر رو میکنه، له الاسماء الحسنا یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. اینا اسامی خدای پشت سر هم خیلی توصیه کردن اینا رو بخونیم اینا رو. بله، از هو الله الذی، این چند تا اسم خدا. بله، ارزم بر این که این اسم اعظم که میگن که خدا میدونه، خود اسم اعظم که چیز نیست، معلوم نیست برای کسی. همون که جناب سلیمان وصیش بلد بود که اون مخصوص تخت بلقیس آوردش در این چشمه هم زدن، اسم اعظم بلد بود. تو روایت ها داریم که خداوند 73 تا اسم اعظم داره، یه دونه شو فقط خودش میدونه و هیچ کس، ولی 72 تا رو به محمد یاد داده شد. و به 14 معصوم یاد داد 72 تا. اما بقیه ها اینقدر نیست زیاد. مثلا حضرت موسی تو ذهنم 30 تا اسم اعظم بلند. تعجب این سلمان فارسی ما 33 تا اسم اعظم بلند. این آصف برخی یه دونه بلد بود. حتی نسبت به سلیمان نبی هم زیاد نبود. اینا شخصیت ها رو میرسونه. چی هست اینا که خیال خدا یاد داده؟ حتی نمی کنند اینا اونا که دارن این اسما رو به کار ببرند، این خدا هر کاری من خدا بهشون اجازه میده میتونند بکن. مثلا در نظر بگیرند این اسم، من بگم اصلا نباشه این سالونه، مثلا اونا خیلی لده بالان از این کار رو نباید اونا رو حساب میکن. اسم اعظم یه جایزه است که خداوند به عبادش میده که من دوست دارم، ولی اینقدر اینا غنی اند از این چیزها نه که استفاده بلنم. این قسمت ها هی دنبالش بودن گاهی افراد. یک کسی آمده بود پلوام جعفر صادق، خب این خودش از صحبت کرده یه خورده گرق گرفته، یه خورده همچه خودمونی شده، یه خورده با آقا پسرخاله شده، یا شواش کن آقا یه اسم اعظم به من یاد بدید یه دونه. کل افتاده دو تا یکی شما یاد بدید. آقا فرمودن اگه یادت بدن بخوای استفاده غیر مطلوب بکنی یادت میره. خیلی تعجب کرد که چیزی که برای من انقدر مهمه، مثلا فرض کنید دیوار اون اسم اعظم، چطور من یادم میره چیزی به میز مهمی؟ آقا فرمودن اسمت چیه؟ اسم خودش. آقا هر چی فکر کرد اسمش یادش نمیاد، هر چی فکر کرد یادش نمیاد اسمش، گویا اینطوری یادت بره. باز کسی آمده بود دفعه پلو هم جعفر صادق، اصرار و التماس که یه اسم اعظم به من یاد بره. آقا فرمودن فردا صبح برو مدینه، چند تا دروازه داشت میرفت، دروازه که مردم میرن بیرون میان تو که گاهی گمرک میگیرن، دروازه ها رو مواظب بودن میرن. گفت در فلان دروازه، اون دروازه رفت آمد زیاد نداشت، تا سمت بیابون میرم، برای خود کسی بیابون کاری آشغالی چیزی برم میامد، معمول میذاشتم اونجا که گمرک و اینا برم بن لباسی. گفت فردا قبل از اذان صبح برو دم اون دروازه واس، ولی تا غروب واس، یعنی اذان مغرب میگن بیا، همش این فاصله اونجا باشه، ما پس فردا بیا تا مثلا اسم اعظم بخوای. گفت لابد راهش اینه دیگه، آدم بخواد اسم اعظم بعد بگیره یه روز بعد در دروازه بدوزه. فرض صبح زود اومد سحر که نماز شام اونجا خود اول وقت اتفاقا کسی رفت آمد از این دروازه نمیکرد. بس چهار تا مامور دولتی اومدن واسه خود کاری هم نداشتن، داشتن با هم شوخی میکردن، بگو بخم میگن مواظب باشن کسی میره میاد گمرک. آخه بعضی ها میخواستن گمرک ندن، از راه های کمربندی از دروازه های غیر معروف میامدن تو که گمرک ندن کنترل میکردن، چون دروازه های معمولی که خون مردم توش می آمد، مثلا میخواست این دروازه بیاد میرفت تو بیابون اون بر می آمد، اینجا کنترل نداشت مالو می آورد تو، مواظب میذاشتن کسی میاره اش گمرک دیگه بگیرنش. مثلا 9 صبح شد دیدی آقای خیلی آدم با کلاسی هم هست، به نظر میسه خیلی آدم متدینه، خیلی چیزی داستی دستش و تنابی و رفتش با من رفت تو بی تو بیا بود، به نظر مثل آشغال و اینا میخواد بره بیاره اینجوری که معلوم. اتفاقا اون روز هیچ کس دیگه نرفت از اون دروازه، هیچ کس هم نیومد، ولی عصر این بند خدا اومدش بار آشغال کنده بود،
مملوک حالا بنده خدا احتیاج داره یا میخواد ببره بفروشه یا چیزی. اون وقتا وسیله سوخت همین آشغالا بود، نه گاز بود، نه نفت بود، نه برق بود، همین را بعد عذابش درست میکردن میسوزوندن. این بود دیگه زندگی اینجا. این مامورا بهش گفتن که باید ده یک بدی بارتو، مثلا ده تومن میارزه بعد یه تومن بدی. این داشت نگاه میکرد گفتش که من ندارم هیچی ولی حرف ندارم، بیاد الان میفروشم من اینو، یکیتون بیاد میدم بهتون. گفتن نه نمیشه، ما پاشیم را بیفتیم بیفتیم اینو خواهم برفوشی فلان، چرا جیبت نذاشتی بیای و اینا. گفت نه نداشتم، دید من خدا خیلی هم سالمیه، خب نداشته فقیره من. نه و آره، و گفتن عادت میکنه چرا حواس جمع نکه، ما گمرک میگیریم و پاشیم دنبال تو بیام فلان و حرفا. و این میخواستی از قبل شکنه چطور و چی اونو شکن به جسارت کردن و به این اهانت کردن. یکیشم گفت آتیش بزنید بارش، بار این بیچارم آتیش زن. این خیلی دلش سوخت. بابا خب معلومه این راست میگه، خب نداره، خب تمام لباسم میگم بیاد بگردی بیاد بریم من بدم پولو، نمیخواد نده. خیلی دلش سوخت. یه همه میشه رسول آدم لاته دیگه چه بی خودی باری میشه. خیلی دلش سوخت، تصمیم گرفت بره بزنه اینا رو. دید نه حریف چهارتایی نمیشه. یک فکر میکن آخرش یکی یکی داشت علامت میگرفت که تنها گیرشون بیاره بزندشون. خیلی ناراحت شد دستی دیگه، حوصله نداشت تا غروب واسه اینقدر ناراحت بود. دیگه سبکر غروب شد اومد فردا تا رسید گفت آه مردم چقدر بدن، دم این دروازه هی بیچاره رفی خدا آشغال بیاره، چه بیره همان چه فلان این بنه لباسی ها. معلوم بود بیچاره نداره، آب بارش رو آتیش زدن چند ساعت تو بیابونا، هرچی هم گفت میدم چی فلانه. آقا فرمودن که اگر تو اسم اعظم بلد بودی چی کام کردی؟ گفت آقا سوسکشون میکردم، پودرشون میکردم. فرمود اون پیره مرد پنج تا اسم اعظم بلد بود، همون که بارش رو آتیش زدن و تو دید راشو کشید رفت. یعنی تو اون لیاقت رو نداری، تو نمیتونی خودتو تنظیم کنی، همش دنبال هوای نفس و اینا هست. گفت این بیچاره همون پیله مرده پنج تا اسم اعظم بلد بود، هر کاری می‌خواستم من راش کشیدم. ببینید همین چه بساطایی، اصلا کلمه اسم اعظم رو براتون بگم. خب پیغمبر فرمود اینا رو بخونید توش اسم اعظمه. روایت دیدم که آیت الکرسی از سیاهی چشم به سفیدی چشم با اسم اعظم نزدیک‌تره. حالا آیت الکرسی هم خیلی اینا هستش دیگه. بلن حالا در این حال ببینید خداوند سلامه، نه تو کار درسته چه ترسی داره همش راحت خوشی بشه. خدا اینطوره که او بخواد صدمه بزنه هیچ کس حریف نیست، او بخواد نده هیچ کس نمیتونه بگیره، ولی تو که کسی دیگه به این صورت هستا نیست. ببینید اینجا امام حسین میخواد روز عرفه با خدا حرف بزنه و شما هم دیدید که چقدر حرف زده، خیلی دعای با عظمتیست دعای عرفه. حالا طرز حرف زدن خدا رو ببینید، طرز حرف زدن ایشون با امام حسین با خدا ببینید چجوری داخل تعریف میشن صحبت میشن. اینا خیلی کلاس برای ما درسه که چجوری اینا دارن با خدا. من میکنم از اون فهرست و طرز عرفه رو بکنم نگرده. دعای عرفه که خب معلوم میاد توی ایام سی حجه و اینا الان نمیشه بعد اعمال بعد پیداش کن اعمال روز دعای امام 431 ببینید دعا اینجا شروع شدش، دعای امام حسین. طرز حرف زدن رو شما ببینید، الان امام حسین شروع کرد دعا کردن، حالا ببینید حرف زدن. الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع، حمد مخصوص خداییست که اگر فرمانی بده هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیر. خب یه همچه خدای رو باید پرستیم، چرا اول اینو میگه؟ خب باید بگه خب من به خدایی میخوام حرف بزنم فرمان بده هیچ کس نمیتونه بگه نه. ولا لعطائه مانع،
بخواد عطا بکنه هیچ کس نمیتونه جلوش. خب یه همچه خدایی رو میشه التماس شد این چجوری شروع میکنن؟ چه قشنگ. الحمدلله الذي ليس لقضائه دافع ولا لأعطائه مانع ولا كسن احسن اسانه. هیچ سانه هیچ مقدره مثل او نمیتونه سانه داشته باشه. بله خدا هو الجواد، او دست بالش بازه واسع و قرع اجناس البدائع، تمام اینها را نو خلق کرده، یعنی نبوده قبلا، خودش خلق کرده، نه که از رو دست کسی یاد گرفته یاد همش بدیه تازه است. اتقن به حکمت صنایع، ببینید چقدر قشنگ اینا رو خلق کرده، چه متقن خلق کرده، چه حساب شده همه چی رو آفریده. لا تخفا علیک طلائع، چیزی از خدا مخفی نیست، همه چی رو عمل. و لا تدی و اندق الفتار، هرچی پلوش بدیه بذاری زایه نمیشه. جازی کل لسانه، هر کاری بکنیم مجازات برات داره به خورندش. راهش و کل قانه، راهش زیبا میکنه هر کسی که درست عمل بکنه، مثلا زندگیشو محیام. راهم و کل زاره، هر که گریه بکنه رحم بهش میکنه زاره. منزل المنافع، منافع او نازل میکنه. ولی کتاب الجامع، این کتاب جامع او نازل کرد به نور ساده، نور ساده نور وحیه. و هو ول دعوات سامع، هر چی بخونی خدا شنونده است، گوش کن هر دعوت. دعاها خیلی با کلاس هستش، خیلی پر محتواست. این همجوری گفتن که چیز از خدا میخواید به خورند اون خواستتون اول صحبت کن. مثلا سوره حمد رو ببینید، ما تو سوره حمد به خدا میخواییم بگو مهدن از صراط المستقیم، ولی اول بگو بسم الله الرحمن الرحیم، نام خدا رحمان، الحمدلله رب العالمین. حالا خود تعریف بکن، الرحمن الرحیم، از عظمتش بگو، مالک یوم الدین. بعد اظهار خلوص بکن، ایاک نعبد، اظهار بندگی بکن و ایاک نستعین. حالا بگو بده. حالا مثلا شما میخوای بری پولی از کسی بگی، تو درز بده 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 بگو صبر کن، یه سلامی بکن، چیزی بکن. شما سرت اینجوری است، پاش اینجوری است، قبل دارم چه بودی یک جا خدا پدرت بیامرزه، یواش شواش در بود چی بود. گفت طرف اومده بود پول بگیره 25000 تومان زمانه سابق بره تاکسی بخره، اون وقته که تاکسی این خب نداشت. آقا چون زد و گفتش که پس مثلا 2500 تومان بده تا منم چی بخرم، خستی نه کم کم آخرش با 25000 بده من تاکسی سوار شم. حالا منظور این که آخر این راه داره، ببین خود با خدا صحبت کنه چه قشنگ داخل میشن، چه تعریف میکنن، تا اون وقت میرن سر اصل مطلب. بله اینا راهاش ها گفتن، اینا که میگم همش تو روایاته، حتی هم سوره هم تو روایاته که ببینید چجوری خدا من یادتون میره. یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، خیلی عجول بودش، مرحوم شد، حالا خیلی عجول بود، حالا اصلا شوخی باش میکنه، در رفتم اون توی مغازه لبنیاتی بود چیز بخریم، جمعیت هم واسده بود که رو نوبتشون بشه. اینا یه زنی آمد تو مغازه، زنبیل دستش بود، تا آمد تو گفت هی بده هی بده هی بده، اصلا همون متوجه چی بود بده نه بده اونه بده اقالی هم بود چی بود چی میخواد چی بلا ناچان اول اون روشن بود. به اون رفیق هم گفتم این زن ماست مثل توست، به اینچه عجله میگه، خیلی عجله میگن، شوقی باش میگن. گفتم شما دوتا اگه ازدواج این بچه تو چه بشه، خیلی عجله. حالا یاد اون افتادم، ببینید یادمون میدن مطالب رو که چگونه چطوره چطوری. ببینید بده کلمه کلمه این دعا رو جلو سیب ها داره با خدا صحبت میکن. خدا که یه چی نعوذم بالله که حتما میخوام شوخی کنم، هر که باشه اینجور با حرف بزنه قانع میشه بده، چون اینجور که دارم با حرف بزنه چه قشنگ دارن. بله حالا اینا رو میخواستم بگم، اینکه قضای او دافع نداره، عطاش دافع نداره، قضایش مانع نداره، اینا خیلی مطلب مهمه اینا که الان انجام بود که اگر خدا من اراده کنه که هرچی بود. یه مطلبی که هست و اون اینه، ببینید خدا خودش اراده کرده، خواسته که من و شما رو چه زن چه مرد به تمام مقامات دنیایی و به تمام مقامات آخرتی برسون، خواسته خودش، عجله نکنید.
راه رو برید همونجوری که خودش میخواد. میکنه خدا این کار. این نعمت ها رو برای شما ها خلق کرد. هیچ به درد خودش هم نکن. میخوادم بده. مطور رو حساب کتاب. عجله نکن. چه بکنیم؟ راه این رساله هاست. این هست. در صورت شهر را اجرا کنیم. بندگی بکنیم. کارتون انجام میده در وقت خودش همه چی. شما راه رو درست برو. عجله نکن. نه خدا یادش میره، نه عاجز میشه، نه بخل میکنه اصلا. میده. قرارم داره، بنا داره. بنا داره که هرچی به پیغمبر اسلام در دنیا آخرت داده به همه بده. بنا داره. نمیریم بگیریم یا خراب میکنیم. ما خراب میکنیم. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. نمی خراب. درست راه رو بریم به همه اینا میرسیم. تو روایت دیدم که خدا فرموده بود من نسبت به هر یه بندم اون چنان خدایی میکنم که گویا جز این بنده هیچ مخلوقی نداره. انقدر ما بد عمل میکنیم خداوند اینجور با ما برخورد میکنه. نه خدا مهربان رؤوف. همه تو کارتو بکن. خدا خیالت راحت باش. درست راه رو برد. راهی که نشونمون دادن دیگه انبیا معصومین چجوری بکنیم چجوری بکنیم رساله ها بیان اعمال همش حله. همش درست میشه. به همه جا رسیده میشه. بله در وقت خودش قدم قدم به قدم. فقط شما بندگی ها رو بکنید. بندگی خدا رو بکنید. تخلف و خطا خراب میکنه حتما. اونو مواظب. ترک یه دونه واجب نابود میکنه انسان. اصلا نه. بیچاره پیغمبرها بعضی ها ترک اولای مختصری میکردن. ترک اولای یعنی یک کار بهتری بهتر بود بکنید. ببین خدا چه گوشمالی هایی بهشون میداد که بفهمیم چقدر مهمه این قضایا که درجات آخرتشون کم نشه. تازه به خاطر این یه ترک اولا مثلا ببینید خیلی مواظب باشیم. خود انسان به خودش صدمه میزنه فقط و خودش خودش جلو میبره فقط. بله خب بدونیم اینا اگه به این صورت ها ایمان باشه سرمون پایین به بندگی خدا و تکالیف شرعی و اینا همه خب الان موقع از اون. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا انشالله رو ما رو به توفیقاتش موفق بفرد. خدا ما رو به معارف قرآن آشنا و آشناتر بفرد. توفیق بندگی شایسته به هممون بده. امروز روز اول شعبان شد و الانم که غروب شد و انشالله از برکات این ماه همه فیض بزرگ ببرید. همه چیز شعبان خیلی مهمه، مخصوصا روزش خیلی با کلاسه. خدا توفیق بده بتونه آدم بکره هرچی بیشتر بده. اللهم صل علی محمد.